سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم، کانال اقتصادی ریاکشن. آقا امروز یه ویدیو داریم برای من، ویدیوهایی که میرم نگاه میکنم روی تلفنم صبح که میرم زیارت سیو میکنم، آخر ماه میذارم یه ویدیو درست میکنیم. بعضی موقع شب بشه 2 دقیقه، بعضی موقع شب بشه 20 دقیقه، بسته به ویدیو داره. بسته به من چقدر زیارت کنم همین میگه از اتاق فرما. بریم ویدیو اول ببینیم. برو بریم. یادم میشه واسه خودش خوش میره اصلا نگاه. بعد ماشین چی میشه؟ چه خوشی اون میره؟ کسی تو شهر را میفته نگاه کن، یعنی فکر کن همشی پیشت دیار رفت تلفن هم برداشت. من یعنی واقعا چقدر خوب باشی این کارو بکنی. من مثلا یه روز این کار بتونم بکنم انقدر. وا این ویدیو رو شاید دیده باشی. آ دارم میرم، از اون دور کوه داره میریزه، بعد از ابوالفضل کمک میخواد، ولی کار احمقانه ایه. این آدم عاقل ترمز میکنه، سریع یوتن میزنه، اونوری میره. ولی این آقا همینجوری میره طرف این، چون دوره، ولی عقلش نمیرسه که خب باید من برسم اینجا، این عظمت به ما میرسه. نگاه کن داداش، برو داداش، برو داداش، برو داداش، برو نه نه رو ببین، برو دادا، برو داداش، برو برو حسن که دارون باشی. ریزشه، ریزشه بچه ها. وای قلبم، برو داداش. دیدی این جاده رو میگیره؟ عجب چیزی بود، هنوز داره میاد. نگاه کنید وای، الان اینایی که پایین رودخونن دارن فرار میکنن. وای وای، آقا فیلم بعدارو میبینی برنامه‌گر نشون میده جاده چی شد، چه گوسفندیه. اون لحظه که جالب میشه فیلم ها رو بگیریم بابا، انقدر حق اسکل نباشیم دور خدا. تو مثل یه جنتلمن باشی. این خیلی خوبه. من اونورم مثلا حواسم نیست. داره دختر با زیاد میده. برمیگردم و اون عکس رو انجام میدم. یه همچین چیزی یا مثلا میتونه یه تایید دیگه هم باشه. یه همچین هلوشی. حالا اینو گوش بده. اون دومیه که شبیه سلام دادن به امام رضا بود. اولی هم برای آدمای جذاب از زمینا الکی، مثلا من الان برگردم با همچین حالتی دختر عشقی تو. آره خدایی. من نهایت فصل جفتگیری برم قوی ترین نره محل رو بزنم و احتمال خودم. اینا الکیه، بریم دنبال و خیلی خوب میگم نره کوچه‌مون دازه اونم کتک می‌خورم. جوابشو قبل اول این بازیکن ایرانیه دیگه، نمیدونم میدونی یا نه. خیلی قویه. من فکر میکنم این ستاپ بود، نمیدونم چرا، ولی اگه نبود خیلی باحاله. آقا یارو ناکن قاطی کرده. ببین چه کسافت کاری رو انداخته تو کوچه، تمام ماشینا داره میزنه. آقا بعد مشکلش با اون ماشینه است، با اون بی ام دبلیو. دیدی چند تا ماشه زد در داغون کرد، جی تی ای بازی میکرد تو واقعی. خب آقا ویدیوی بعدی راجع به چیزه، وقتی که آدم قرار بمیره ولی از اینجاش رد میشه. نگاه کن مرگو به چشیدم تو این ویدیو بود. این ویدیو بعدی راجع به حرکت دوده یا حرکت هوا بغل کامیون، خیلی جالبه به چش ببینید، جالبه. این خیلی خنده است. نگاه کن نگاه کن یعنی به خواب نمیدیدم من این اتفاق بیفته، اصلا خیلی من حال کرده بودم. آره دی خواهی رو سرویس کرده بود، اصلا لازم نبود بمون. Did you do something different to your hair?
Yeah, I did. I got a cut. This is متفاوته. Can I feel it? Sure. میگه میتونم دست بدم به موهات. دوست آخر این کارو بکن. خیلی خوبه. آقا این خیلی باحاله. یه دونه بطری آب گوشته اونجا فشار میده. دیگه ماشین فکر میکنه آدم توشه. واسه این خودش میره. ولی خب اینا یه خورده احمقن دیگه. ماشین احمقه منظورمه. بر همین هم این کارو میکنن دیگه. حالا نها کن چه اتفاقی میفته. اش میکنه و اینجا یا خط دوتا میشه ماشین میره تو باقالی. اون بی پدر که کمک رانده بود و نتونست اینو جمع کنه رو بگو. ببین چقدر احمقی از زیاده. به تو میگم انسان احمقه نگین. نه نمیگین. آقای دمتون گرم. آقا میبینه ماشین این رفته جنس یارو بدوزه. جعبه که اینجا میارم میزن درم در خونه. راست میگم یارو با تفنگ اومده اونجا. میگه دادا میشه جعبه منو نبری؟ اونم میگه بذار اینجا پدر سک. فکر کردی شهر هرته؟ میگه خونه من میخواد جز من ادازی. فکر کی هستی؟ اونم میگه آقا گوه خوردم رفت. بعد جعبه شوهی نمیبره تو. جعبه رو وردت ببر تو دیگه. میگه نوشته روش قرار چه اتفاق بیفته دیگه. توضیح نمیخواد. آقا نگاه کن جون من. خوبم رفت و اشغالم کرد. حالا یه داستان بعضی من رو تعریف کنم خنده بمیرین. من داییم سال 2004 اینا نه 2005-6 نگاه کن گن زد تو ماشین. سال 2005-6 یه دونه هامر رو برد ایران. بعد داشت باش اشغال میکرد و اینا. شب مست میکنه داشتیم با هامر میرفته میدن یه رودخونه اونجاست. بعد همه شدن که آقا رودخونه هست دور بزن. یه دونه رودخونه هست که میاد میره تو دریا. اون همچی حالت هایی بوده. میگه این هامر ماشین جنگی آمریکاست. اگه میشه یه عکسشو بذاره دیتور. بعد دایما میگه نه بابا هامره میره تو. میرن تو مثلا عمقش بوده 3 متر. همون هامر میره زیر آب. اینا سخت باز میکنن سخت میپرن بیرون. کسی چیزی نمیشه ولی ماشین به فنا رفت. ماشین میره زیر آب و ولی هنوز یعنی از آب که کشیدن بیرون ضبطش کار نمیکرد ولی ماشین روشن شده بود. ولی خب دیگه ماشین به داغون شده دیگه. همه چیش دیگه زیر آب مونده بود. 2 روز 3 روز تا بکشنش بیرون از این حرفا. ماشین به فنا رفت دیگه. به عنوان آشغال به یکی فروختش. یعنی مفخ گرفتش مثلا. جالب بود اینم. این کارا رو تو ایران خیلی میکنین. من عاشق اینم چون هیچ جای دنیا تقریبا اجازه این کارا ندید. تکون بخوای با ماشین خفتت کردن. همه جا حواسشون هست. فقط ایرانی که اینجوری دلنگ و بازه با کشور شبیه ایران منظورم. واسه همین حالشو ببرین سنگین. دمتون گرم. چاکس.